ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران به همراه عده‌ای از روزنامه‌نگاران از زندان آزاد شد. ماشاءالله شمس الواعظین که به مدت 2 ماه و 2 روز در سلول انفرادی به سر برده، در گفتگوی تلفنی با همکارم پیام یزدیان از شرایط زندان و مراحل بازجوییش گفته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. ببینید، در ساعت تقریبا 8 دیشب اینا اومدن در سلول انفرادی اطلاع دادن که وسایل شخصیم و من جمع کنم که آزادم. خیلی ناگهانی بود، بدون اطلاع قبلی ما را آزاد کردن که اومدیم بیرون، دیدیم خانواده و بعضی از حامیان حرکت ها و جنبش اصلاحی وایساده بودن و بایدیم چه استقبال اینا اومدیم به خانه. آقای شمس الواعظین، با چه اتهاماتی مواجه بودید در این 2 ماه و 2 روزی که به فرموده خودتون در زندان انفرادی بودید؟ ببینید، هیچ اتهامی به صورت رسمی به من وارد نشده. یعنی من نه دلیل بازداشتم و میدونستم و نه اتهامات مطرح شده. 3 اتهام به صورت پراکنده مطرح میشد. یکیش اقدام علیه امنیت ملیه که من گفتم من کوچکتر از اونم که امنیت ملی ایران رو به خطر بندازم. اتهام دوم اغانت به آقای احمدی نژاد که یک مصاحبه با یک شبکه های عربی زبان معروف، و سوم تبلیغ علیه نظام. رسمی بگم که بنده هیچ اتهامی نداشتم، علنا هیچ چیزی رو به من وارد نکردن و هیچ بحثی در ارتباط با اتهامات مطرح شده به صورت پراکنده از من به عمل نیامد، جز آنکه بحث‌های 20 سال قبل کیهان فرهنگی و سپس سردبیری حلقه کیان و سردبیری روزنامه‌های به گفته اونها زنجیره‌ای، جامعه و توس و نشاط از آزادگان، بحث‌های دیگه با من نکردند. آیا در رابطه با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مورد پرسش قرار گرفتید با توجه به اینکه خانم بدرو سادات مفیدی هم یکی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکنون در بازداشت هستند؟ بله، منتها اینا بیشتر از موضع منفی در ارتباط با انجمن صنفی سخن میگفتن، به این معنا که شاگردای شما، یعنی شاگردای من، اکثرا مثلا در بی بی سی فارسی و وایس و نمیدونم این طرف کار میکنن، و آیا اینا که عضو انجمن صنفی ان شما ناراحت نیستید از این کار؟ گفتم که شما باید ناراحت باشین. محدودیت های ایجاد کردیم، روزنامه هاشون بستین و اونا در جستجوی کار رفتن سراغ رسانه ها و اونجا دارن فعالیت میکنن. آقای شمس الواعظین، کی باید در دادگاه حضور پیدا بکنید با توجه به اینکه آزادی شما مشروط است و با قرار وثیقه آزاد شدید؟ ببینید، من بعید میدونم دادگاهی برپا بشه. حالا دلیل حقوقیشو من باید البته جستجو کنم و با وکیلم صحبت بکنم. میدونین، وقتی اتهام رسمی به من وارد نمیشه و هیچ بحثی، خاطر نویسی من اسمشو گذاشتم این بازجویی ها، بیشتر مال حلقه کیان، مال 20 سال قبل که ربطی به اتهامات اینها نداره. بنابراین من خیلی بعید میدونم دادگاهی صورت بگیره. عمدتا من این حرکت اخیر وزارت اطلاعات رو ناشی و پیامد یک وحشت حکومت از این جنبش سبز میدونم که میخواستن روزنامه نگارا و الیت و طبقه نخبه رو از دید خودشون بازداشت کنن، ببینن آیا این حرکت رابطه‌ای داره با این، مثلا فرض کنید، نخبگان حالا مدیا و رسانه‌های گروهی، چه مکتوب چه غیر مکتوب یا خیر. به نظر من یه تستی بود که جواب خوبی هم ظاهرا نگرفتن آقایون. بنابراین به نظر نمیرسه که دادگاه رسمی صورت بگیره، چون چه چیزی میخوان در دادگاه بگن من نمیدونم.